بیا برای زندگی طبیعت رو صدا کنیم، تو آسمون همدلی دلامون رو رها کنیم. با فرارسیدن سرما، آغاز فصل پاییز و همچنین در اوایل زمستان، نگهداری و مراقبت از درختان در باغ، به خصوص درختان میوه هسته‌دار، اهمیت بسیاری می‌یابد. شهرستان ترقبشاندیز از شهرستان‌های باغی استان با حدود 8000 هکتار که در بعضی از محصولات از جمله آلبالو، گیلاس و گلابی رتبه‌های اول تا سوم رو داراست. شهرستان ترقبشاندیز به دلیل بعد مسافت که نسبت به مرکز استان داره از کیفیت مناسبی از محصولات برخورداره و همین منظور خیلی مورد استقبال بهره برداران بخش قرار میگیره. یکی از اقداماتی که شهرستان و مدیریت جادکشاورزی شهرستان داره پیگیری میکنه بحث برگزاری کلاس‌های آموزشی برای بهره برداران هست که در سطح شهرستان در روستاها برگزار میشه و مورد استقبال بهره برداران بخش کشاورزی خصوصا باغداران قرار گرفته. آفات درختان میوه از عوامل مهم ضعف و خشکیدگی درختان، کاهش محصول و کیفیت آن است. بنابراین یکی از مهمترین کارها کنترل آفات و بیماری هاست. برخی عملیات مبارزه زمستانه شامل محلول پاشی، سمپاشی، شخم، یخاب، چالکود و هرس شاخه هاست. مجموع این اقدامات منجر به کنترل آفات و بیماری ها، تقویت درخت و در نتیجه کاهش خسارت و افزایش عملکرد آن در بهار و تابستان می شود. برای کنترل بعضی از بیماری‌هایی که در بهار کشاورزان باغداران درگیر اون هستن، از جمله شانکر باکتریایی، شانکرهای سیتوسپورایی و لکه غربالی و لبشتری هلو، میتونیم از محلول بردو 2% در زمانی که ریزش برگ‌ها 75% تا 90% انجام شده، یعنی در واقع اواخر آبان و اوایل آذر ماه این محلول پاشی را انجام بدیم. محلول بردو در واقع روش تهیه‌اش به این شکله که سولفات مس یا همون کات کبود به اندازه 1 کیلو به صورت جداگانه با آب مخلوط میشه، با آب گرم، و 1 کیلو آهک به صورت جداگانه با آب، و این دو محلول، یعنی در واقع دو مایه، همزمان با 100 لیتر آب در حالی که در واقع هم زدن انجام میشه مخلوط میشن و یه محلول در واقع 100 لیتری برای آماده میشه برای محلول پاشی، که در اینجا ما با کمک آرزا حالا روش تهیه اینو برای آشنایی بیشتر باغداران نشون میدیم. یکی لازم در واقع 1 کیلو الان سولفات مس رو همینطور که می‌بینید توزیع میشه به صورت مشخص 1 کیلو، و آهک هم به صورت جداگانه داخل ظرف‌های در واقع با آب گرم حتما تأکید میشه، روی آب گرم باید مخلوط بشه و به صورت جدا که اینا رو آماده کردین، این محلول مجدد میره برای مرحله بعدی که با 100 لیتر آب باید به صورت محلول 2% آماده بشه. آرزو حالا هم بزنید. خب محلولی که هم زدن در واقع چون داخل آب گرمه تأکید میشه، آب گرم باعث میشه که این محلول بهتر هم خورده باشه و حل بشه و آماده میشه برای محلول نهایی که در واقع با 100 لیتر آب باید محلول به 100 لیتر برسیم. دو تا محلول در واقع ترکیب سولفات مس و آهک همینطور که میبینیم به صورت جداگانه به صورت محلول در میاد تا آماده بشه برای محلول نهایی.
آره جناب آماده شون، شما زحمت بکشین. این ترکیب در واقع حتما باید توجه داشته باشین که وقتی که به محلول نهایی یعنی 100 لیتر اضافه میشه همزمان باید هم بخوره. این محلول مخصوصا سولفات مس رو به صورت خیلی آهسته باید اضافه کنیم و در واقع محلول 2% محلول بردومون برای مصرف نهایی آماده میشه. دقت داشته باشین که در واقع محلول آماده شده حتما با ظرف 24 ساعت استفاده بشه و نمیشه در طولان مدت اونه نگه داشت. خب در نهایت این در واقع محلول 2% بردو آماده میشه برای مصرف. باید دقت داشته باشیم که در واقع این محلول آماده شده ظرف یک روز باید مصرف بشه و نگهداری بیشتر از اونم باید خودداری بشه. مصرف مؤثرش فقط در ظرف 24 ساعت هست. ترکیب بردو که با مخلوط کردن محلول سولفات مس و دوقاب هیدروکسید کلسیم به دست می آید، ماده آبی رنگ و ژلاتینی با دانه بندی خیلی ریز و چسبندگی بسیار زیاد است. این ماده به دلیل از بین بردن باکتری هایی که هسته اولیه بلورهای یخ را می سازند، خطر سرمازدگی را کم می کند. حرس زمستانه از مهمترین کارهایی است که در فصل زمستان باید انجام شود. حرس زمستانه برای کنترل آفات و بیماری ها انجام می شود. کلیه شاخه های خشک، نیمه خشک و خیلی ضعیف باید حرس شوند. شاخه های آلوده به عامل بیماری یا آفات باید به طور کامل و یا حدود 10 تا 20 سانتی متر پایین تر از عامل آلودگی هرس و سوزنده شود. از اقدامات خوبی که می شود در باغات انجام داد و زمان مناسب هرس که معمولا در اواخر زمستان تا قبل از متورم شدن جوانه ها و اصطلاحا رنگی شدن جوانه گل هست و از اقداماتی که می شود بهش اشاره کرد، از اثر مثبت هرس در باردهی، تولید و فرم دادن درختان که معمولا هرس فرم رو در سالهای ابتدایی انجام میدن برای که درختها شکل بگیرن، ولی هرسی که در زمستان ما معمولا در همه سالها در باغات قدیمی انجام میدیم هرس باردهی و حذف شاخه های آلوده و شاخه های خشک هست که اینها کمک میکنه برای باردهی در محصول در سال آینده. هرس زمستانی در کنترل و نابودی آفات چوبخار و پوستخار و شپشک ها مثل کنه جوان خار بادام و زردالو، سوسک سرشاخ خار و کرم خراد بسیار مؤثر است. یکی از مسائلی که همه ساله بعد از انجام عملیات هرس در باغات انجام میشه و گاهن کشاورزان یا باغداران به این رویه اشتباه با قول معروف انجام میدن این کار رو که شاخه ها که بعد از رقم توصیه های ما که میگیم از باغ خارج بشه کاهن میبینی در باغ میمونه، بعد از اینکه عملیات هرس انجام میشه شاخ و برگای زاید کاهن استفاده میشه و در یک کنار باغ دپو میشه که این باعث تجمع کاهن آفات میشه. برای استفاده بهینه از منابع موجود بهتر است شاخه های ضعیف و خشک را در دستگاه چوب خردکن قرار داده و به اصطلاح به شکل چیپس درآورد.
خرده های چوب را بعداً با کود دامی مخلوط می کنند که ترکیب مناسبی برای تغذیه درختان است. باغداران عزیز، همینطور که ملاحظه می فرمایید، سرشاخه هایی که حاصل از عملیات هرس در باغ بود اینجا به تلمباری از خاکره در واقع و اصطلاحاً میگن چیپس درخت، چیپس چوب در واقع، ولی خب قابل خوردن نیست، ولی خب در بحث فراوری و تولید کمپوست خیلی میتونه فراوری اثرات خیلی خوبی داشته باشه و در بازه زمانی 3 تا 4 ماه حداقل با کود گاوی و کود گاوی پوسیده در واقع قاطی بشه، یا در اون زمانی که میخواد فراوری بشه کود چند ماهی باید باشه که با کود دامی حتما نرم چوبا ترکیب بشه. از مواردی که تو بحث باغ و باغداری است که باید مورد توجه داشته باشیم، ما همه کشاورزا مسئله کاش داشت برداشته که ما در این مراحل باید همه کارهایی که باید انجام بدیم به دعوت با باغ به طور صحیح و به طور اصولی انجام بدیم. الان در این فصل که ما در خدمت شما هستیم، چون زمستانه، کارهای زمستانه واقعا انجام میدیم و باید بدونن همه کشاورزا که، چون بعضی ها تصور بر اینه که در زمستان در باغات کاری انجام نمیشه، برعکسه، چون در زمستان اکثر کارهای باغ و باغداری در فصول سرد و زمستان انجام میشه. یکی از کارهایی هم که واقعا ضروری هست در بحث چالکود، استفاده از کود حیوانی پوسیده هستش که من توصیه میکنم دوستانی که گاهن استفاده میکنن از کود دامی، به طور تجربی فرمولی که من خدمت دوستان بخوام عرض کنم، بین 2 تا 3 کیلو کود دامی پوسیده به ازای هر درخت و کود فسفات یا فسفات آمونیوم در واقع 150 گرم برای هر درخت و کود سولفات پتاسیم، سولفات پتاسیم هم بین 100 تا 150 گرم. البته این رنجی که خدمت بینندگان عزیز، دوستان و کشاورزان عزیز اعلام کردم، با توجه به سن درخت شاید یک مقداری تغییرات جزئی داشته باشه، ولی خب با توجه به اینکه درخت، اگه سن درختاتون بالای 5 سال باشه، قاعدتا این فرمول جوابگو هست. ابتدا باید کشاورزان عزیز باغشون که عملیات چالکود میخوان انجام بدن، بین 0 تا 30 سانت خاک سطح الارض رو برمیدارن در قسمت سایه انداز، که حالا فرض کنیم برای این درخت سایه انداز درخت تقریبا اینجا میشه که چند بیل خاک رو، خاک سطحی رو برداشت میکنن اون قسمت. یک مسئله که از نظر فنی ضرورت داره بحث خاک سطح الارض هستش، که این خاک سطحی چون قاعدتا مواد غذاییش بیشتر هست در یک قسمت قرار میگیره و حدود همون 4 تا 5 بیل که برداشت شد، حالا ممکنه بعضی باغات سیستم آبیاری قطره‌ای باشه، در جایی که نازلاشون هست میتونن این عملیات چالکود رو در اونجا انجام بدن. در قسمت دیگه که توضیح دادم، کود فسفات آمونیوم هستش که ما قبلا اندازه‌گیری کردیم بین 100 تا 150 گرم که کیلمون تقریبا تا اینجا هستش که زحمتش بشیم بریزیم خاک، بله بله، با همون خاک سطح الارض قاطی میکنن. و کود دیگه هم که کود سولفات پتاسیم که ما قبلش اندازه‌گیری کردیم، نشانه گذاشتیم بین 100 گرم که در این قسمت، اینم کود سولفات پتاسیم هست که به اندازه 100 گرم با این خاک قاطی میشه. بعد اینکه کود دامی رو آماده کردیم و توصیه فنی در رابطه با نوع کود رعایت شد که کودتون حتما باید پوسیده باشه، چون زمانی اگه کود به قول معروف زمان عمرش کم باشه، در واقع گاهن تخمای علف هرز ممکنه فعالیت داشته باشن. کود دامی که خب فراهم شد در سر مزرعه آماده است، حدود 2 تا 3 کیلوگرم که زحمت بکشن دوستان عزیز بریزن،
بعد بحث بعدی که هست اینجا بحث اختلاط کافیه کودش بر این خاک است. پس شد این مخلوطی که ما الان داریم شامل خاک سطح الارض، کود فسفات آمونیوم 150 گرم، کود سولفات پتاسیم هم بین 100 گرم تا 150 گرم و 2 تا 3 کیلو هم کود دامی. اینا رو به طور کامل که ترکیب کردیم در قسمتی که چاله که کنده شده قرار میدیم. فاصله و عمق حفره اهمیت دارد، به این خاطر که مواد کودی ضمن اینکه باید به راحتی در اختیار گیاه قرار بگیرد، آنقدر نزدیک ریشه هم نباشد که باعث سوزاندن آن شود. شخم زمستانه یکی دیگر از عملیات زمستانه است که برای کم کردن جمعیت بعضی از آفات در فصل بهار، به دلیل اینکه این آفات از جمله مگس گیلاس، کرم آلو یا کرم سفید ریشه به صورت‌های مختلف از جمله لارو و شفیره در عمق خاک قرار دارن و زمستان رو سپری میکنن، برای کاهش جمعیتش از شخم زمستانه استفاده میکنیم. به این شکل با کلتیواتور زدن در سطح باغ باعث میشیم که در واقع این فرم زمستان گذران شفیره اینا به سطح خاک بیاد و از بین بره. برای تکمیل این عملیات خب مسلماً یخخواب زمستانه هم میتونه کمک بکنه به این که به این شکل که در واقع این یخخواب با یخ زدن آب باعث میشه که اون فرم زمستان گذران حشرات از بین برن و در کنار اون این یخخواب باعث میشه که در واقع جلوی سرمازدگی درخت و یا خود ریشه رو بگیره. در واقع واکنشی که آب انجام میده یخ میزنه واکنش گرمازاست و تا حدود 2-3 درجه محیط باغ و درجه حرارتش رو کم خواهد کرد، درجه حرارت خاکو، و باعث میشه که از سرمازدگی ریشه جلوگیری کنه. ولی باید دقت بکنیم این یخخواب زمستانه در باغاتی که نالها کمتر از سن 5 سال 4 سال دارن به دلیل نرم بودن بافت ریشه از یخخواب خودداری کنیم و به صورت معمول این یخخواب در طول فصل زمستان در 3 مرحله 15 آذر، 15 دی و 15 بهمن انجام میشه که این نیاز داره به دقت به هواشناسی و زمانی که در واقع درجه حرارت کم خواهد شد، زیر صفر میرسه و این باعث یخ زدن آب خواهد شد. یکی از عملیاتی که باعث نابودی آفات می شود از بین بردن پناهگاه زمستانی آنها در باغ است. این کار با شخم زدن سطح زمین انجام می شود و زمان آن از اواخر پاییز است. بهتر است کل سطح باغ که در آن درختکاری شده است را شخم. آب از اصلی ترین نیازهای گیاهان است. درست است که در فصلهای سرد به دلیل کاهش دما، سردی هوا، کمتر شدن تبخیر و تعرق و بارش برف و باران درختان نیاز کمتری به آب دارند. اما آبیاری درختان با آب سرد زمستانی به از بین بردن آفات کمک خوبی می کند. به این دلیل که دمای آب در فضای آزاد، رودخانه، چاه و قنات در فصل زمستان بسیار کم است، به آن یخخواب می‌گویند. 1-2 بار یخخواب زمستانه همراه با شخم در نابودی و کنترل بخشی از جمعیت زمستان گذران آفاتی مثل کرم سفید ریشه، مگس گیلاس و کرم آلو تأثیر بسزایی دارد.